اگر یک تار مو از یک ایرانی کم شود تمام کرک و پشم شما را به می نه یک مو از یک ایرانی ساده بلکه در سال 88 پنج دا دانشمندان هسته ای ایرانی در پایتخت کشور ترور شدند و سربازان امام زمان تا سال 91 حتی نتونستن عاملانشون رو هم شناسایی کنند سپس برای جبران بی آبرویی 170 تا پرونده برای دهها ایرانی تشکیل دادن و 13 نفرشون اعتراف تلویزیونی به ترور دانشمندان هسته ای رو گرفتن در سال 98 هم مشخص شد که حتی روح این ایرانی از ترور خبر نداشته و نیروهای امنیتی چنان کرک و پرشون رو زیر شکنجه ریختن که مجبور به اعترافات اجباری شدن آیا حالا که فخری زاده مرد اول هسته ای ایران در تهران ترور شده باید منتظر دستگیری عده ایرانی بیگنا توسط دستگاه فشل اطلاعاتی امام زمان باشیم